توهین سرور دانش به پشتون و تاریخ پشتون و واکنش ها در برابر آن. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. سیام نایاب روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: حرفای سرور دانش جنجال برانگیز شد. دانش: امارت طالبانی حین 230 سال سلطنت موروثی استبدادی و دکتاتوری صدرزایی ها و محمدزایی ها در افغانستان است و ما اجازه برگشت امارت را نمی دهیم. نصرت رحیمی، سخنگوی پیشین وزارت داخله: رسانه ها و مردم درباره سخنان توهین آمیز و سابق معاون دوم ریاست جمهوری نباید خاموش بنشینند. مردم باید صدایشان را بلند کنند. متن اصل رحیمی: رسانه او خلق باید جمهوری ریاست دایو مرستیال پتوهین آمیزه او اسپک و خبرو بانده پتخواله پات نشی اخپال غک پرتکری. محمد آرون مجیدی روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: آریانیون و سرور دانش. باور دارم که تاریخ بار دیگر تکرار خواهد شد و هر که حدش را خواهد شناخت. محمد شفیق عمدم نگاشته است: از احمدشاه عبدالی، غازی امان الله خان تا ظاهرشاه همه دکتاتور بودند. آقای دانش، معاون دوم رئیس جمهور، امروز در سخنرانیش گفته است که 230 سال نظام کشور مثل نظام طالبان بوده و این سه قرن را استبدادی و دکتاتوری معرفی کرده است. این هم نقل قول آقای دانش. نظام طالبانی با سلطنت صدرزایی ها و محمدزایی ها که به نام امارت و یا سلطنت از 1747 یعنی 1126 تا 1978 یا 1358 به مدت بیش از 230 سال بر افغانستان حکومت کردند، از نگاه رو و محتوایش تفاوت ندارد. در آن نظام ها هم یک گروه کوچک از یک قبیله به صورت موروثی و با استبداد و دکتاتوری بر افغانستان حکومت کردند. به نظر شما این بیانیه آقای دانش بر حق است یا باطل؟ مختار وفایی روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: غنی در یک سخنرانی گفته بود از احمدشاه عبدالی تا کرزی با جنایت و خون به قدرت رسیدند، چه ها که نکردند. برادر برادر را کشت و پدر پدر را. سخنان غنی استقبال شد. دیروز دانش گفت امارت همان حاکمیت استبدادی صدرزایی ها و محمدزایی هاست. کسانی که تاریخ نخواندند دانش را دشنام می دهند. فهیم توخی روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: رئیس جمهور در بامیان می گوید در مورد ویژگی های بامیان هر چه بگویم کم است. بامیان آینده نگر، پاسدار جمهوریت، متحد به وحدت ملی، حقوق شهروندی، مساوات و عدالت اجتماعی، معتقد به حقوق زنان، نمونه وفاق مذاهب و خوان انکشاف در مطابقت به نیازمندی های قرن 21 است. فهیم توخی همچنان نگاشته است: توهین معاون دوم بر رهبران تاریخ. استاد دانش در بامیان می گوید نظام طالبانی با سلطنت صدرزایی و محمدزایی که به نام امارت و یا سلطنت به مدت بیش از 230 سال بر افغانستان حکومت کردند، از نگاه رو و محتوایش تفاوتی ندارد. در آن نظام ها هم یک گروه کوچک از یک قبیله به صورت موروثی و یا استبداد و دکتاتوری بر افغانستان حکومت کردند. در همین حال گل‌آقا شیرزی روی صفحه فیسبوکش چنین اخطار می دهد: دولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وروسته غیر مسئولانه سرگندون چده تیر ویارلی تاریخ په حق لی کرده پکلک و تکو غندم او ده قوم او میرن افغان ولسره ده مشوره وروسته پخپله وروسته تصمیم ده قدرمن و هیواتوالو سره شریک کرم. محمد شفیق گل آقا شیرزی. در همین حال آصف آشنا خبرنگار تلویزیون آریانا نیوز
روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: جمهوریت را شرمسار کردید. حکومت فعلی هر روز یک گل نوباب می دهد و با گذشت هر روز ریشه های خود را به دست خود خشکانده و عمر خود را کوتاه می سازد. حرف من برایشان: اگر می خواهید با دامن زدن به تفرقه های قومی و از سمتی قدرتتان را زیر عنوان جمهوریت در کشور حفظ کنید و یا بالای مردم تحمیل کنید، این خواب است و خیال است و جنون. باید از تاریخ پند و عبرت بگیرید و دست از دامن زدن به تفرقه های قومی و از سمتی بکشید. یک روز لوحه ها را از یک زبان به زبان دیگر تغییر می دهید، روز دیگر ده ها نفر از یک قوم را زیر نام اصلاحات منفک می کنید در حالی که اصلا عقده قومی دارید، روز بعدش بالای ارزش های اسلامی تمسخر می کنید و آیات و احادیث مبارک را به نفع خود غلط تعبیر و تفسیر می کنید، روز دیگر تاریخ را به مسخره می گیرید و به تفرقه های قومی، سمتی و حتی قبیله ای دامن می زنید و گاه بزرگان یک قوم و قوم دیگری را. گذشته از این مسائل هر روز زیر نام جمهوریت از حقوق زنان داد می زنید، اما خودتان یک زن بی‌دفاع را روی سرک و پیش روی همه مردم لتکوب می کنید و به عزتش می سازید. فراموش نباید کرد که شما خود عدالت را زیر پا کرده اید و می کنید. شما زیر نام جمهوریت برای گرفتاری یک فرد متهم از تمامی قوای هوایی و زمینی استفاده می کنید، اما ده ها متهم دیگر که در مورد فسادهای اخلاقی، سیاسی و مالیشان اسناد کافی رایه شده و در چهار اطرافتان حضور دارد، اصلا جرأت گرفتاری را نمی کنید، چون یا از قومتان است و یا هم در حلقه رفاقتتان هست. شما زیر نام این مفهوم یک بیریشه و بی‌هویت را که اصلا در افغانستان و متولد اینجا و در این خاک نبوده و هیچ ظرفیت علمی و عملی هم ندارد و قطعا به هیچ ارزش انسانی، اسلامی و افغانی باور و اعتقاد ندارد و تمام روز به فکر پر کردن جیب و خوشگذرانی است، در رأس یک اداره ملی قرار می دهد. شما حکومت را از تامیان غربی و شرقی پرساخته اید. با این حال خوش هم هستید که با چهار نفر تامی و مهره های دیسان شده شرق و غرب می خواهید بالای مردم حکومت کنید. نفرین بر این قسم جمهوریت که همه ارزش های انسانی، اسلامی و افغانی در آن به تمسخر گرفته می شود. جمهوریت وقت خوشایند است که به شکل آن و تام عملی شود و همه از شما گرفته تا پایین رتبه‌ترین مامورتان نیز به آن عقیده داشته باشد و بر اصول انسانی آن عمل کند. تشکر از توجهتان. برای بهبود مطالب و ویدیوهای ما لطفا نظریات و پیشنهادات خوبتان را با ما در میان بگذارید. تا ویدیوهای دیگر، الان نگهدار. کامگار و سرفراز باشید.